و خبر آخر، دولت قزاقستان در صدد ایجاد محدودیت و ممنوعیت تبلیغ و پیروی از وهابیت و سلفیگری در این کشور است. نورلان ارمک بایف، وزیر امور مذهبی و جامعه مدنی این کشور، با اعلام این مطلب گفت وهابیت و سلفیگری خطر و تهدیدی جدی برای امنیت این کشور محسوب می شود و وزارتخانه جدید ما بر روی طرحی کار می کند تا این خطر را به طور کلی از کشور دور سازد و محدودیت ها و ممنوعیت هایی را برای این فرقه ایجاد کند. نور سلطان نظربایوف، رئیس جمهور این کشور، هم در این باره گفت حملات تروریستی که در ماه‌های اخیر در مناطقی از این کشور به وقوع پیوسته توسط عناصر سلفی برنامه ریزی و اجرا شده است. سنی‌های تندرو با پشتیبانی مالی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ارسال مبلغ به کشورهای مختلف، عقاید باطل و افراطی خود را ترویج می‌دهند و در میان جوانان این جوامع رسوخ می‌کنند. یکی از پیامدهای اجازه این تبلیغات گسترده و مخرب، سرازیر شدن طیفی گسترده از جوانان کشورهای مختلف به سمت سوریه و عراق برای پیوستن به صفوف داعش است. بسیاری از این عناصر خارجی پس از بازگشت به کشورهای خود تهدیدی برای امنیت این کشورها محسوب می شوند و حملات اخیر تروریستی در برخی کشورهای غربی هم اغلب ارتباطی تنگاتنگ با عناصر تروریستی صادراتی این کشورها داشته است.